ببین بابا اینجوری صحبت نکن با من. من میخوای ده تا آدم این بردارم بیارم رو سرت؟ به خدا داره اصلا میکنه دلوت دارم بده شعور نداره. سلام دوست داشتنی بچه‌ها، محسن تکرار هستم. اینجا کانال شخصی من، خیلی دوستتون دارم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. اومدیم یه کلیپ بگیریم بهتره. او مای گاد. سلام بچه‌ها، مهدی گلشن هستم، همراه میلاد اخلاقی. خب به انا بچه‌ها وای محسن تعریف کن. داستان چی بچه‌ها؟ یادتونه که عدنان با آب جیم هماهنگ کرد و از من فیلم گرفت و داستان و اتفاقایی که اون کلیپ افتاد؟ حتما اون کلیپ رو دیدین. این دفعه به عدنان زنگ زدم، گفتن که بچه‌ها سر اون دوربین مخفی که با مهدی پر کردیم که آقا مهمون فرستادیم سمتش داستان شد و بچه‌ها می‌خوام اعتراض کنم. بیا بریم داستان ببینیم چه خبر. با عدنان هماهنگ کردم، الان دارم میرم بچه‌ها رو برسونم تو پارک، بعد برم دنبال عدنان، عدنان رو بیاریم. بچه‌ها و عدنان درگیر شدن. آقا ببینید تو درگیری عدنان چیکار می‌کنه. ویدیو ببینید، من جنبه هر شوخی رو دارم. ولی شوخی قبلی با دو تا از آشنامون داخل پارک بوده، منو دیده برگشته زنگ زده بابا من پلیس گرفتتش و فلان و بسا. اصلا بابام اصلا مونده بود، میگم مهدی من تو داری چیکار میکنی؟ راستش به چی داشتی چیزو فکر میکردی؟ من دارم تو رود میگم، یعنی واقعا این کارت واقعا زشته. ببین نگاه تا کی میخواستین خدا وکیل بریم آقا دور مخفی آدم بگیره درست، ولی خب اصلا ربطی داره دیگه شوخی اینجوری نه دیگه. وقتی شما وقتی طرف میاد تو که عرصه میخواد کار بکنه، خودی با پی همه چیش به جون بخره، خجالت بکش. من که نمیدونستم انقدر حساس. نه نگاه، حالا هر دور مخفی هم قشنگ نیست. تو نگفتی بحث بشه، نگفتی دعوا بشه، نگفتی من فرار بخوام بکنم. اینجوری یارو کلهشو گردن منو گرفته بود، فشار میداد. اصلا خودی چه کاریه؟ ببخشید من اینو، ببخشید من اینو به محسنم پیام دادم، گفتم اگه میلاد به جای عدنان باشه من کار میکنم، اگه عدنان بخواد داخل گروه واسه من فیلم برداریمون باشه من نیستم، من واقعا نمیتونم. این تصمیم ها دیگه با خودتون و با محسن بیشتر اینجور تصمیم ها. ولی خب میگم شما نگاه همه کلیپاتون رو کن، همش دارین یا ما خیلی دختران رو میزنین، نمیدونم میتونیم آقا میزنیم، تو هم میتونی بارو بزن، برو این کارو بکن. برای من پلیس میخواستی حرکت جدید بیار، حرکت جدید به در خودت میخوره. چه فازیه برداشت؟ من میخوای ده تا آدم غول بردارم بیارم رو سرت؟ نه ربطی به این چیزا نداره. ما بعد محسن تو که نه، اگه میخوای تو بیارم رو سرت خودت، ده تا آدم غول بیارم برین تو خودت که 50 تا اینجوری باشه. توی شهر هیچ کس بی کس و کار نیست. منم آدم دارم خودم میگم، مهدی هم داره. ولی خب ببین من نمیدونم چی پیش خودت فکر کردی. خیلی عصبی ام از دستت. حالا من با شما صحبت میکنم، من بحثم تو موسی تو که هماهنگ شده بودی چرا دیگه؟ یکی بالاخره حالا الان گفتی من نمیدونستم آخه قرارو بیان دست اینو بپیچونن. اینجوری خیلی بد رفتار. من فکر کردم، ببخشید من فکر کردم بابا یه ارگان خیلی بالای منو گرفته. میدونم من واقعا ترسیدم، گفتم حالا یا به خاطر خدمتشه یا به خاطر اون چیزی. من با میلاد موافقم داخل اکیپ باشه. حالا باز من نمیدونم موسی نظرت چیه، ولی من با میلاد بیشتر اوکی ترم تا بخواد عدنان داخل اکیپ باشه با این حرکتی که من ازش دیدم. تو گفتی پسر خوبیه، اوکیه، نمیدونم با جنبه فلان، ولی خب خود یه اینجوری مثلا یه اتفاق افتاد. تو الان نظرت با من یکیه، هیچ کی هم آخه همچین کاری نمیاد. اصلا یوتیوب هم نگاه کنی هیچ کی نمیزنه یارو. خب باید یه اول یه حرکت جدید بیاری که مردم ببینن. شما برو چارت به نظر من بجای که این حرفا رو بزنی یه معذرت خواهی کن، چارت کلیپ اینجوری ببین، یاد بگیری که بعد چیکار بکنی. به نظر من یه معذرت خواهی، اگه با معذرت خواهی حل میشه من معذرت نه با معذرت خواهی حل نمیشه. من و محسن آقا تصمیم گرفتیم بکنیم بیرون، تموم شد رفت. الان هم برو برو اوکی برو خدا نه اصلا از روز اول با چشنگیان حال نمی کردم، نمی کنستم بشنم. نه ولی حسودی نه ربط نه چرا نه حسودی باید بعد تو درست صحبت کنی اینجوری بکنم به نفع خودتم. ببین بچه
چند سالت؟ بحث اینه که 14 سالم. همون 14 سالت بحث اینجوری نیست. بخور، میام میخورمت. چی رو بخور؟ چی شد؟ میدونی برای چی؟ به خاطر اینکه شعور نداری. اینو تو رود دارم بهت میگم. شعور نداری. شما ایده نداری، خلاقیت نداری. شما همش داشتین یه حرکت تکراری تکرار می‌کردین. من خواستم نه حرکت تکراری چی؟ کار نکردم. ویو ببین. الله اکبر. به خدا داره عصبی میکنه. میگم محسن میخواد چیکار کنه؟ با عدنان برنامه چیه؟ نه حالا فعلا که نه، اینجوری هم نیست که حالا عدنانو بذاریم کنار، ولی خب باید باشه من صحبت امروز نباشه بهتره براتش الان. نه کجا برات فردا بیا، پس فردا بیا. نه چی خدا نه فردا بیا صحبت میکنه دیگه. پس فردا اصلا دیگه نمیخوای کار کنی؟ امشب با میلاد، امروز با میلاد اصلا دیگه نمیخوای با عدنان کار کنی؟ حالا عصبی فعلا نه، من الان واقعا اعصاب ندارم. مثلا تو کل در جریان بودی، من اصلا قرار بود این حرکت سر تو بزنی مهدی جواب نده، تو مهدی سر خودش زدی. نه تو شنو رو نداری نگاه. آه 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 نه آره دونی مخفیه، آه دونی مخفیه. الان بره برو خونه تو. آمون تو اصلا کی هستی؟ الان برو خونه تو. ببین تو کی هستی؟ من دارم بهت میگم الان برو خونه تو. دست بزن من. ببین تو کاری نیستی. دارم بکن دست آقای سامان. ببین نه وایسون، برو خونه. یه لحظه وایسون جدا شد هم میگه. میگم اینو بفرست بره خونه. نه بابا حالا چرا؟ بابا من نمیتونم داخل بازی دست آن ورکی میگیره. شوخی لفظی نداشتی، ما شوخی تاچی نداشتی. برو خونه بابا، اینجور صحبت نکن بابا. دست کن من نه دور مخفی. آه دور مخفی بابا چیکار کنی؟ بابا چیکار کنی الان؟ آه الان دور مخفی. آه الان دور مخفی. آه الان دور مخفی. آه الان دوره می مخفیه، الان دوره می مخفیه، الان دوره می مخفیه. میگه الان تعالی چلا دوره تو دوره مخفیه. باید نشون میداد که دوره می مخفیه. آدمان آخه چه بچه ساکت یواز من گفته بودم مهدی عذیتش کن عصبی شه. بچه ها زیاد نیکنم آلی بود، آلی بود. بچه ها لایک کامنت نیادتون نره انگست داریم لحنتی. الان حسد چیه؟ والا نمیدونم جا خوردم اول. نه ولی نمیشه دوری مرفی باشه. ولی جدی دوری مرفی عدنان، برو خونه تا نه شوخی میکنم، عدنان رفیق خوبم، بیا اینجا رو بیا. ولی من و مهدی زخ خورده عدنان بودیم، انتقاممونو گرفتیم. دوست داشتین یا نه؟ اگه دوست داشتین لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب کنین. خیلی دوستتون دارم. اما خودتون داشته باشین. گنگس داری لعنتی. گلشن هم برام میم کامنت زرد بذارم. الان هنوز ناراحته. نه شک شدم. جدی دوری مخفی بود. انتظار خیلی دوستتون دارم.